دوباره برگشتیم دوستای عزیز، بخش همدلی هست و باز هم یکی از نیازمندان که در ولایت جوزجان زندگی میکنه و مادر که مادر 6 فرزند و نانور خانه خودشان هستند. سلام و صبح بخیر تقدیمشان میکنیم. بانو چمنگل اینجا در کنار ما هستن. بانو خوب هستین؟ خوش آمدین، صبحتون بخیر باشه. زنده باشین خانم. آها سلامت باشین. خب بانو چمنگل، اولا میشه بگوین که در کجا سکونت میکنه، در کجا زندگی میکنه؟ زندگی در پرشیدی هستیم، در تاج محمد خیردار کوچیش هستیم هم اینجا. اینم شده دولت آباد جنگ شد، پاریاب دولت آباد. اول در دولت آباد زندگی میکنیم؟ اول در دولت آباد، پاریاب دولت آباد بدیم. هم تیگ رقم جنگ ها شد، انفجاری شد، از سر خانه های ما اوان غلطید. همین 6 قدر صغیر دم خانه خواه بودم، اومده هم سایه ما را کشید، اگر نکشه همین صغیر را دویتا دویتا میشد. ما را که کشیده بود، یک دو تای توبی دیزیم اومده دانده را زغلدیم. مسلمان ها اوتی هم شده اومده، همی سغیر ها خودم خواسته تیکه تیکه شد، یک بوری هم گفته اومده بود. یه باز سر همسایه رد که چرا قم شده همینو، ما آوردیم کشیدیم. این هم شده بازم یک شب دیگه این پیجاری شد، باز خانی همسایه خواب کردیم باز دیگه شبش. اونجا هم نه در مان نه دروازه مان نمت تیکه تیکه شد، همین نو بجک بود. برای آمدیم دایتو خواب کردیم، دایتو هایتو رو میپنند با اون. باز اونجا که صبح کمت برای آمدیم در سرک گیران کده چی کده قدم سغیرا بیچاره یک مویتروان برابر اومد، اونم دین روز اینکه اومد اگه میانگیم میشد. اما قدم ما باز گیران کده شده بودیم، یک مویتروان اومدم ما را باز خیلی پیسه داره، نه بیدرک نه پیسه است نه دیگه است، قلعه اینم که سغیر ما اینم در بدر هستیم. خیلی که یک سباب که میشه یک دعا که میکنین در حقم بیاین شما را میبریم مبتمن، شما را کجا ببریم؟ یا ما را انخوی ببر یا شبرغان ببر. بیچاره گفت از انخوی کده اونم شبرغان خوب است، انخوی مالی کم تر جنگی تست. باز ما را آوردم اینجا تا کد همین دین روزی که ینگیم همین یک قدیش هست دم کوچی ما شتگی جای ما هم بیادرش یک دختر شده داد. باز دایی زنگ زد که ما اینم تو در بدر آلت اینم تو اومده رایستیم. خیلی یک بیاین که خدا مهربان است، یک آن اولی پاولی پیدا کده میتم، یک اولی را پیدا کده داد. از یک آغان بوده یک دوتا گمزک داره، دون دروازیش یک تاکاوی داره، دو تاکاویش ما ششتیم دم گمزک شونم و نمی ینگیم ششتا قدم ساقی دایش. شاو اینا روز میایم اینجا، شاو پیش همون بخواه میشیم. بی مردی است دیگه، یک سرپناه نیست، چیز نیست همین یک با دیگه موینا میره. بسیار خوب. نانوار خانه تان کی از مادرشان؟ خودم هستم بیادرکم. چی کار میکنین؟ چی کار اینم یکی را پش میشه تیت میکنم، یک شه لپ شه میدازم، یک شه گیلا میشه میبوپیم، یک توش یک شه سبا میکنیم. این همه تو اونجا دولت آباد بودیم، همی خوار جمع میکردیم، کار جمع میکردیم، مردم خرمنایش زیرشه. مسلمان اینم تو یک شماری غریبا به غریبا کمک میکرد با یا خیلی اینم اینو یک صغیر از دقم و دعا میکنه گفته اینم تو زکاتش میکشید از روزیش میداد اینم تو یک کم پیش روزه گفته اونم. بسیار خوب. خب پدر مجیب جان چگونه البته فوت کرد؟ پدر مجیب جانم ماهیگیر بود. اینم اینجا سرپل میومد، این در جای جان دایرهش میومد، از اینجا اومده ربطن میگیرم این جنگل اک میپامن از انخوی پیشتر. بله. همونجا که میره یک جنگ شروع میشه، از بالا تیاره میزنه، از پایان اینم قطار رفته رای بود، از اصول اوسنا اونا بود. باز اینم اینجا زاریش کپیده بوده ایره قاتمی جنگ مانده. اینم 40 روزه که اینم تو خواب کرد مرد پتن. خدا مغفرت شان کنه. خب مادر جان میشه بگین که چند سال میشه پدر مجیب جان فوت کرده؟ 7 سال شده اینم. سال 7 سال شد که فوت کرده. در این 7 سال نانوار خانه فقط خودتان بودن؟ خودم هستم. اینم مسلمان کمک میکنه از اونجا اینجا هم اینجا. چند فرزند داره؟ 6 فرزند داره. 7 تا فرزند داشتم، یکی را این از پیشین کرده در ننو این دادگیستم. اینم تو خیلی من نگاهش میکنم گفت اینا خوار زار است گفت دیدم. باز اینا 6 تاش در پیش خودم هست. بسیار خوب. خب 6 تا چند تاش فرد پسر از چند تاش دختر؟ 4 تاش پسر از 2 تاش دختر هست. و اینا مکتب میرن؟ شما مکتب هستن؟ مالی که مکتب که نرفت، مالی که این را پیسه هم نداریم، زور هم نداریم اینا رو مکتب بانیم. اونجا که یک مانده بودیم جنگ جنجال شد، اینا تو شده رفتین هم تو جنگ شد، اینا گریخت آمد رفتین هم بیچاره معلم ها اینا هم تو دوی تقوقه بکرده پس آورده در مدرش تسلیم بودیم گفت آورده تسلیم بیخی مکتب ها رو باز قلب کرد بیخی.
یعنی رقم روزه است. یعنی گه که من برق گرفته بود قربی مرده رفته بود دستاش اون تچونته شده مانده گیسته. یعنی گه که باز اینم تو مثل مانا دکتر رو کمک کرد مقصد او سبردی سبردی اینم تو نمرده مانده اینم قصد داره بگاره استیم خودم دو عمل شده مینن آلی اینم که قصد داره ایمه مینم قصد آلی هر روز زنگ میزنه که تو چی کردی هم دکتر رو از گرفت خوردیم از کنه ایدم که در قضا رستم تعمل شده اگه یایم بیم مثل ما دکتر رو بوده اینم مکه رگیست خیلی حالا داد کلان میشه یا دختر اکت کلان میشه دخترم هم سودا کردیم دمینا خوراند ماله. بله بله. خب البته کسایی که از شما قرضدار هستن براتون بخشش نمیکنه مادر جان، نمیگن خودتون نگفتین که من ندارم باید کمک بکنن برای شما. نه که دیگه کمکش هم قشد مسلمان را یه قره کمک کدم نمیتونسته. اینا لینا می دختر اکتا سودا میکنی میتی گفتشته اونا را میانا سودا کردم غریب دخترش چند میشه تا چند پیسه میره گفته اگیتون اولادتون را سودا کردیم اون دخترم را. خب فامیل شوهرتان مادر جان هیچ همراه شما کمک نمیکنه؟ نه نمیخوراکم یکی بردارم نه یک بیاده اینم بیادرکم بودیرم بیادرکم هم مرده اینم تشده علیشی بوده مردی مقدمی دینا رزی میکنم اگه یا این نماره او کش میکرد او نماره یک کش میکرد یک با دیگیشه که همین صغیره را جمع میکردم اینا. بله خب محمد جان میشه خودت بگی که چند سال هستی؟ این سال اینا هفت ساله شده. هفت ساله شدی؟ مکتب نمیخونی؟ یه پارسی رو نمیپاما و ازرکی میگنی؟ خب مجیب جان خوش آمدی خودت. چند سال هستی مجیب جان؟ من 10 ساله. 10 ساله هستی. مکتب نمیخونی؟ نه. آرزو داری که بری یک روز مکتب بخونی مثل کودکای دیگه، مثل دوستای دیگه که مکتب میرن؟ آه. بسیار خب انشالله آرزو میکنیم که یک روز خودت هم بری مکتب بخونی. در آینده میخوای چی شوی مجیب جان؟ یا دکتر یا انجینر. مادرم رو میخوایم چی کنم؟ مادرت میخوای تداوی بکنی؟ آه. بسیار خب انشالله. و دوستای عزیز کسایی که شما بیننده هستین و توانی ایره دارین که به قسم خانواده های عزیز کمک بکنین، پس بیاین میتونین که شما هم کمک بکنین مثل مجیب جان که در آینده میخواید دکتر یا انجینر شود، تو میخواید که دکتر شود مادر جان خودش تداوی بکنه، پس شما هم میتونین بر روی لبهای این کودکای عزیز لبخند بیارین، پس بیاین یک فرد مفید در جامعه خود باشین. و اگر میخواین البته کمک داشته باشیم به همتانان عزیز ما که وقت وضع اقتصادیشان خیلی خرابتر است مثل مادر جان ما چمن جان که البته وضعیت اقتصادی خیلی بد است با وجود که 7 فرزند داره اما اصلا کار وجود نداره که بتانان انجام بتان، در پاریش هم قرضایشان خیلی وقت بیشتر است از اون جایی که آمدن از اون منطقه از جامعشان که دکان ها و همچنان کسایی که قرض گرفتن و پول گرفتن نامهاشان و اون یادداشتهایشان نوشته هست و کسایی که هم میخواین کمکشان بکنن پس مراجعه بکنن به تلویزیون ما هم میتونیم ارتباط بگیریم با ایشان و میتونیم اینا را خانهشان نشان بدیم که در کجا زندگی میکنن بتونن حداقل کمک که دارن برشان برسانن. بله خب جایی لحظات برنامه دوستای عزیز یک میان برنامه کوتاهی داریم و دوباره برمیگردیم باسم با برنامه خودتون باشین و با در بخش همدلی ما را همراهی بکنیم. بازم خوش آمدید میگم شما دوستای عزیز بعد از میان برنامه کوتاه و باز هم بانو چمنگل مادر که نانوار 6 فرزندش هست و شوهرش هم متاسفانه که وفات کردن در کنار ما هستن. خب مادر جان میشه بگوین که در کدام ریاست مراجعه کردین؟ آیا ریاست مهاجرین برای شما کمک هایی را داشته؟ کمک هم رئیس ریاست نگفتم اینجا اما که یک دو بجی آردم دقیقه یک کلیه شهی روغن ها از همه داده بود. خب چی وقت داده بود براتان این چیزا را؟ 45 روز شده باشه. دیگه هیچ نرفتین خودتان نگفتین برشان که دیگه چیزا هم برای شما بوده؟ این حال خودشان زنگ میزنه یا چی میکنه تشتر دیمشن لمبرای ما را گفته مانده بود خود ما زنگ میزنیم گفته بود حالی که خب چی بسته حالی اینا. خب مادر جان به عنوان از اینکه خودتان یک مادر هستین چه آرزویی بر فرزندانتان دارین که 6 فرزندتان که در کنارتان هست در خانواده هستن که بزرگ میشن چی آرزو دارین که البته فرزندایتان چی کارا و چی برنامه‌ای و چی فکر در ذهن دارین که برش برسه اولادتان؟ اولادا
میخوایم ما یعنی مکتب بخونه، یعنی ما را سعی کنه نگاه کنه، ما که اینا را نگاه کردیم انقه کردیم اینا را ما را نگاه کنه تا یعنی خب از کسایی که مثلا شما در دولت آباد زندگی میکردید، اونجا جنگ بودک و با این خاطر شما اینجا مهاجر شدین و یک اقتصاد ضعیف دارین، با اوی در کسا و چی پیام را دارین؟ من یعنی همیز خدا کنه همیز جور شد و همیز آرامش شد و زندگی باشد، پس این همیز دولت آباد جور باشد باشه ما میریم، اگر نباشه اینم اینجا هستیم اینم این روز هستیم. خب اگر باز هم آرامی شوه شما در دولت آباد برین مادر جان، باز هم امو زندگی قبلی که آرام که داشتین خواهد بود؟ پس این حالی اگر نباشه هم اینجا اولاد دارم جدا مکتب تیر میکنیم، نباشه اگر آرامی شوه اونجا میریم اینم اینجا هم روز ما بودن اونجا هم روز ما بودن اینم این روز هست دیگه اینم. بله و باز هم خیلی تشکریم یکی از مادر جان و البته چمن که امروز میمون بودن و همچنان مثل دیروز باز هم امروز کمک که از طرف رئیس شورای ولایتی ولایت جوجان از طرف بابر ایشچی بر این خانوادهایی که امروزه در 30 روز ماه مبارک رمضان خواد داشتیم تقدیم میکنیم و البته کمک خیلی ناچیز هست و باز هم هر فرد و کمک که نیاز داره یک فرد دیگر کمک بکنه خداوند شاید بتونه خوشنودی بیشتر از او بنده خود را داشته باشه. و بازم شما ایزان اگر خواهان کمک کردن به فرمولای ایزی هستین که ما هم روزه دعوتشان میکنیم، پس شما لطف کنین و حداقل وجانایی که خواب هست و بیدار بسازین و بتونین البته یک فرد یک خانواده که واقعا خیلی به وضعیت بد اقتصادی قرار داره کمکش بکنین، حداقل اگر زیاد نمیشه یک کیلو یا دو کیلو چیزی که در خانهش نیازمندی بیشتر نداره برش کمک بکنین. زیاد هم نه، فقط یک ماه مبارک رمضان که هر کاری که ما در زندگی انجام میتیم خصوصا در ماه مبارک رمضان ثواب بیشتر تر داره و خداوند بالا بیننده ما هست و میبینه که کدام بنده ایم چه کار را در زندگی انجام میدن. پس تا حد توان بتونیم کمک و همیاری بکنیم تا باشد همدل و همزبان هم نوان خود بوده باشیم. بله، از یک افغانی شروع تا 1000 افغانی، از 1000 افغانی شروع تا 2000 افغانی، هر قدر که میتونین شما کمک بکنین. پس بیاین دست ایجا کسایی را که نیازمند هستن بگیریم، پس خداوند انشالله در آینده ها پاداش را خواهد داد. پس هم خیلی سپاسگزاری میکنیم از بانو چمنگل که امروز آمدن و مهمان ما شدن و خیلی لذت بردیم.